سلام عرض ادب خدمت تمام شما دوستان عزیز، آرزو دارم که سعادتمند باشین و دوستان عزیز امروز خواستیم به شما یک پیتزای بسیار مزه‌دار آماده بسازیم. کسایی که پیتزا را دوست دارن میتونن برنامه را تا آخر تعقیب کنن و ما را هم ترانه مانین. دوستان عزیز در نخست میریم مواد لازمه را میبینیم، بازم با ما باشین. مواد لازمه پیتزای دلمه: آرد ترمیده 2 گلاس، شیر 1 گلاس، گوشت سینه مرغ 250 گرام، پنیر پیتزا 200 گرام، سمارا 1/2 گلاس، نوش پیاز 1 دسته خرد، مرچ دلمه میده شده 1 گلاس، پیاز 2 عدد، سیر 2 دندانه، روغن 30 میلی‌لیتر، نمک به قدر ضرورت. خمیر حتمی است در پیتزا. خمیر کردیم به خاطر اینکه یکم خوبتر برسه. یک چند لحظه پیش خمیر کردیم و دوست عزیز 2 گلاس آرد گرفتیم، 1 قاشق روغن انداختیم، 1 قاشق روغن یعنی از قاشقای ماسخوری، پیکن پودر، همچنان خمیر مایه همراه شیر خمیر کردیمش و حالا گوشت توته توته می‌کنیم و یک ظرف می‌مونم که تا روغن داغ میشه. و به اندازه 30 میلی‌لیتر روغن مندازیم. اول پیاز را توتا توتا می کنیم. پیاز را توته توته کردیم و حالا روغن داغ آمده، بالای روغن اضافهش میکنیم. و حالا گوشت سینه مرغ را توته توته می کنیم. دوست عزیز گوشت سینه مرغ بسیار گوشت مفید است و کسایی که چربی دارن میتونن از این گوشت استفاده کنن به خاطر که گوشت سینه مرغ چربی نداره. پیازم باید ببینیم و متوجهش باشیم.
پیازم گلابی شده یک مقدارش هم اندازیم. بخواد یک توتی که مانده ای را هم توته توته می کنیم. گوشت هم توته کنیم تمامش هم و متبقیش هم اضافه می کنیم. و آن سیره بالاش تراشک میکنیم. تمام همون کامبویی که گوشت دارم سیره از بین میبریش. و کسایی که فشارشان بلند است میتونن از سیر استفاده کنن. در غذاهای خود فشارشان را پایان میارن و برعکس دوستای عزیزی که فشارشان پایین است نباید از سیر زیاد استفاده کنند. و حالا نوش پیاز را توته توته می کنیم. نوش پیاز را توته توته می کنیم و به شکل خام در روی پیتزا می اندازیم. وقتی که پیتزا را داخل داش ماندیم و یک طرف می خوره پخته می شن. و باید کمی نمک هم بندازیم به غذای خود. نوش پیاز را توته توته کردیم. به حال در یک ظرف میندازیمش. به حال سمارق را توته توته میکنیم. باید متوجه دیگه هم باشیم دوست عزیز که از پیش ما نسوزن. سمارق هم توته توته کنیم و در یک ظرف میندازیمش. و این غذای ما آماده است. حرارتش را خاموش میکنیم. حالا باید خمیره هموار کنیم. خمیری را که قبلا آماده ساختیم میبینید دوست عزیز چه خوب رسیده و دم راست کردم.
بسیار کمه هموارش میکنیم و بعدا در قالب هموارش میکنیم. و یه هموار شده به میاندازه بس است. حالا قالب داشت چرب میکنیم. حالا پیتزا خوب چرب میکنیم همراهی روغن تا وقتی که خمیر پیتزا را میمانیم دش نچسبه و بتونیم با آسانی در ظرف بکشیمش. و حالا کچپ هم میندازیم. قسمت وسطش هم را یک کچپ چرب میکنیم. بال گوشت را که قبلا پخته کردیم بالاش اضافه میکنیم. این را هم تیز میکنیم. فنی میشه به دوره دوم میندازیم. حالا سمارق هم میندازیم. مرچ دلمک رنگای بسیار مقبول دارن قبلا ریزه کردیم. این دو سایزی است که چقدر شکل مقبول به خود گرفته. و بازم برگای نوش پیازم. بسیار کمه نمک رو پاش میدیم. بخاطر که ترکاری های آخر انداختیم نمک نداشت. وال پنیر پیتزا را تراشک میکنیم. پنیر پیتزا که بسیار
که دارم مزه‌دار می‌سازم و همچنان زیباتر می‌سازیش. پنیر پیزا را هم تراشه کردیم و حالا بالش میندازیم. همراه پنیر پیزا روی شمع پوشونیم. پنیر پیزا را هم انداختیم و حالا هم روی گلک‌هایی که قبلا آماده ساختیم از مرچ دلمه میمانیم. یکیش به رنگ سرخ است و دیگیش هم نارنجی. حالا ایره داخل داش میمانیم. دوستا عزیز و سپاس که تا ایدم با ما بودین. پیتزا پخته شده و حالا از داش میکشیمش. بسیار بوی خوب داره دوستا عزیز. حالا می کشیمش. پیتزا هم آماده است دوست عزیز و بسیار مقبولم است و بسیار طعم خوبم دارم و مطمئن هستم. و دوست عزیز تا برنامه بعد که باز آمده خدمت شما قرار میگیرم. تمام شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و کامگار باشید.